گل‌آقا شیرزوی وفات کرد. و نام خداوند بخشاینده مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. گل‌آقا شیرزوی وفات کرد. گل‌آقا شیرزوی ولی اسبق ولایت کندهار به اثر مبتلا به تکلیف قلبی لحظات پیش در شفاخانه بکرام جان را به حق سپرد. روانه شاد باد. زندگی در کابل مثل زندگی در وسط جنگ هست. انفجار و ترور در کابل دیگر مایه تعجب کسی نیست. ساکنان این شهر خون آلود پذیرفته اند که روزی در تقویم زندگیشان نیست که بدون حادثه سپری شود. و تصور مردم کابل شهری است که هر روز آن باید با انفجار و ترور آغاز شود و با انفجار و ترور به پایان برسد. اگر روزی حادثه ای رخ ندهد، شاید اکثریت مردم در شگفت و حیرت شوند. احتمالاً در عالم تعجب از خود بپرسند که چه معجزه پشت این روز آرام قرار داشته است. بنابر این چیزی که ساکنان کابل را این روزها متعجب می کند، انفجار و ترور نیست، بلکه نبود صدا و دود انفجار و صدای تیر ترور هست. زیرا زندگی در این شهر مثل زندگی در وسط جنگ هست. اوضاع در کابل باید خیلی آشفته باشد که مردم از شنیدن صدای انفجار دیگر متعجب نشوند یا ترور کسی خمی به ابروی آنها نیاورد و اندوه در دلشان نگذارد. آره، اوضاع در کابل آشفته هست، آنقدر که هیچ کسی نیست که بگوید قربانی بعدی او نیست. همه یکسان در صف مرگ استاده اند. همین که انفجار می شود و می بینند که هنوز زنده هست، به زندگی لبخند می زنند. زیر لب با خود می گویند که بخیر گذشت، این بار نوبت او نبود. البته دقایق بعد دوباره به صف مرگ برمی گردد. این بار اما با این تصور که نوبت مرگ او رسیده است و هدف انفجار بعدی کسی نیست جز او. این داستان هر روز و هر لحظه در زندگی ساکنان کابل تکرار می شود. دولت اما در برابر این وضعیت آشفته چی کار می کند؟ بعد هر واقعه ماشین حساب خود را باز و شمار مردگان را و زخمی ها را جمع و تفریق می کند. در فرجام گزارش می دهد که محل حادثه فلان نقطه شهر کابل هست. هدف ترور و انفجار فلان شخص ملکی یا نظامی بوده است. چند نفر کشته شده و چند نفر هم زخمی اند. پلیس اعتراف محل حادثه را انسداد کرده است. بستگان قربانیان با تابوت و به شفاخانه بیایند. تحقیق پیرامون حمله آغاز شده است. عاملان انفجار و ترور بازداشت و مجازات خواهد شد. روزها و هفته ها پشت سر هم سپری می شود. نتایج تحقیقات دولت اما روشن نمی شود. خانواده تکسیوانی که هفته ها پیش تنها نان آور خود را از دست داده است، چشم برا شناسایی و بازداشت حامل انفجار است. چون دولت در اولین اعلامیه خود وعده داده است که درباره حادثه تحقیق و حامل انفجار را گرفتار می کند و به پنجه قانون می سپارد. خانواده تکسیوان همچنان چشم برای خبر تازه از سوی دولت است. در فرجام متوجه می شود که وعده دولت دروغ بوده است. قاتل تکسیوان تا ناف قیامت شناسایی بازداشت نمی شود. اگر بازداشت هم شود، مطابق انتظار این خانواده به جزای محکوم نخواهد شد. شاید در یک معامله سیاسی تازه از بند رها شود تا خون بیشتری به زمین بریزد. خانواده تکسیوان ناگزیر هست تن به واقعیت بدهد. واقعیت برای این خانواده چیزی جز
پذیرش مرگ عزیز از دست رفته نیست و دیگر اینکه دولت دروغ میگوید و برای بازداشت عامل انفجار کاری نکرده است. پس از روزها و هفته‌ها انتظار باید به زندگی برگردد که تقدیر این خانواده رفته است، با درد و اندوه و رنج کنار بیاید که از قافله اجتماع عقب نمانده و جای چشم داشته از دولت به نیروی انباشته خود تکیه کند و اسب زندگی را به تنهایی و پیش بتازد. زندگی در کابل بدینسان دشوار، وضعیت در این شهر بسیار آشفته است. مقامات هر روز نقصه تازه می پیچند تا شاید اوضاع و احوال این شهر بیبوت یابد. هیچ نسخه را پیاده نمی کنند. گفته بودند که پلیس کابل دو برابر می شود. هنوز کاری در این زمینه نکرده اند. گفته بودند که شهر را با کمره های امنیتی مجهز می کنند. تا هنوز قدمی بر نداشته اند. جالبتر از همه گفته بودند که زندانیان طالبان را اعدام می کنند. اما به دلیل آن که این اقدام می توانست خطرناکتر تمام شود، فعلا این طرح را مسکوت مانده اند. گفته بودند که جلو ورود کیمیاوی امونیوم نایتریت را می گیرند، اما تا کنون موفق نشده اند. سالها پیش دو هلو کرنا کردند که دروازه های ورودی کابل با دستگاه های امنیتی مجهز شده است. بعدتر معلوم شد که این دستگاه ها به دلیل ناآشنایی پلیس با نحو استفاده از آن دست نخورده مانده است. بعدتر پوسته های ثابت پلیس را برچیدند و جای آن گشت سیار ایجاد کردند، اما تغییری به میان نیامد. چند ماه پیش زیر نام میثاق امنیتی پای مردم را در امر تأمین امنیت دخیل کرده اند، اما این کار هم سودی نداشت. حالا به نظر می رسد که مسئولان پیش از هر زمان دیگری درمانده شده اند. آنها حتی نمی توانند برای یک روز کابل را شهری بسازند که خالی از واقعه، ترور و انفجار باشد. کابل را نجات دهید. امنیت را قربانی بازی های سیاسی نکنید. تبعیض و تبارگرایی را کنار بگذارید. شایسته سالاری برگردید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.